هیچ کم از امون چمتال آورد. این ماست هم خودش از چمتال مینم بندر کلیش پرسان که بگویم این ماست از کجا میده ما نفر از همینجا میر از چمتال. میوه خارجی کده میوه وطنی ارزان است. چند میخرن این کیلو 50 رو پس اگه خارجی باشه مسئول بخوره دیگه بخوره حتما کیلو 100 90 120 میباشه. خب شما از کجای کابل هستی؟ از کابل ولایت ولسوالی بگرامی. بگرامی شما میخواین خربزه بخرید؟ آمدیم از چکر بیرون و یک تفریح کردیم دیگری. چطور است هوای مزار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند و سرحال بوده باشید. دوستای عزیز، یک بار دیگه در خدمت شما آمدم با امید از اینکه تا پایان برنامه بیننده برنامه ایمان باشید. دوستای عزیز، عید گذشت، مردم آیا از روستاها به شهر مزار شریف دوباره تشریف آوردن یا نه، یا ای که حالا هم چکر میزنن؟ خب با امید از اینکه عید به خواست دلتان در هر کنج دنیا که باشین گذشتانده باشین، دوستا و رفیقایتان دیده باشین، به خوبی و به خوشی گذشته باشه. دوستان نهایت عزیز، جایی که استاد هستم دروازه بلخ هست، او طرف هم دروازه غربی روضه مبارک، ای هم جاده مولانا هست. ما هم امروز از این قسمت به شما گزارش تهیه میکنیم، ببینیم که دوستان ما البته بعد از عید کدام جایی چکر رفتن یا نرفتن، همچنان کاروبار خود شروع کردن یا نه. یک بار سر میزنیم اول به این قسمت جاده مولانا، باز طرف جاده ابن سینای بلخی یا یکی جاده مندوی میریم. پس تعقیب ما بکنیم. بعد از این تماشا دوستای عزیز، گیروار خیلی زیاد است، اما اینجا یک چیزی میبینیم که هوای گرم خیلی خوب است. گلاس از این چند است؟ همکار ما بسیار تشنه شده. سلام، خوب است این شما صحتمند بخیر؟ خیر خیریتی است؟ کم بیش میایی؟ شما خوب هستی؟ خوب هستم. شهرمند نام شما؟ حسین حشمت الله هستم از مزار. حشمت الله جان خوب هستی؟ چی یک گلاس ها رو پر کدمان دیده این هوای گرم؟ بله، خاطر این مردم که بیاین اینجا یک دل خود را تازه کنه، به خاطر امو برشان مانده. خیلی خوب. سوال اصلی ای است که در اید کجا رفتی یا نرفتی؟ در خانه ماندی؟ خورد خورد خانه باشی خواه حتما در خانه ماندی؟ نه، من خود من کلان خانه هستم. کلان خانه هستی؟ بله. در این روز اولی دم همینجا کار کردیم، روز دوم در خانه بودیم، سیوم هم خانه بودیم، جای چکر نرفتیم. خواه، جای چکر نرفتی ها؟ داخل شهر بودی؟ بله. حتما دوستایتان آمده؟ یک چند دانش آمد. چند دانش آمده دیگه؟ کم پرسند کرد. بله. انشالله در ایدهای بعدی حتما زیادتر پرسند بکنم. گلاس از این چند است؟ گلاس هم ده افغانی است. ده افغانی هست. آلو بالو را ماندی اینجا، واقعا خوشم آمد. اگر آب او باشه خواه در رو پنمیدی؟ کم گد شدگی است؟ 70% است دیگه. 70%؟ بله. گد میکنی؟ آه دیگه گد میکنی. خب اگر خالص شور کنی چند؟ خالص جور کنیم 80. 80 افغانی. خالص ماشین شداری نی؟ ماشین شداری. بله. خیلی خوب. تشکر از شما، موفق باشین، بخیر باشین. دوستای عزیز، یعنی هوای مزار گرم است، اما امروز صبح کی کمی باران هم باریده بود، ولی دو ساعت باری خوبتر بود، بعد از او گرم شده رفت. خب اینجا همیشه که بیاین دوغ است و بولانی هست و همه چیز است. سلام، شما خوب هستین برادر؟ صحتمند بخیر، خیر خیریتی است؟ چی حال دارین؟ چی یک دوغی جور کردی برادر؟ نام شما؟ نام ما محیب الله. محیب الله جان خوب هستی انشالله؟ شکر از فضل خدا. در این هوای گرم مریض خو نشدی؟ نه فضل خدا. پر انرژی هستی؟ بله. خیلی خوب. در این کجا رفتی؟
دید رفتم روز اول اینجا کارم کردیم، روز دوم و سوم چیمتال رفتم، چکرار هم زدیم، اومدیم. بله ولایت بلخ. بله ولایت بلخ، ولسوالی چیمتال. چطور بود؟ خیلی خوب آب و هوا داشت. میوه خوری کردی؟ میوه خوری بود. چی چیزا بود؟ شفتالو بود، زردالو، آلو گیلاس، هر میوه که میخواستی بود. خیلی خوب است. این چکه هم از امون چیمتال آوردی؟ این ماست هم خودش از چیمتال میانم، بندر کلیش پورسان که بگویم این ماست از کجا میاد، ما نفر از همینجا میار از چیمتال. بله. باز قیمت خونه میفروشن؟ قیمتش هم 20 لیتره 6.5 صدر پس دیگه. خیلی خوب. خب گلاس از این دوغچند است. دوستای عزیز، قسمی که شما میبینید، اگر در بیرون از کشور باشین، این دوغه که شما میبینین حتما خوشتان میاد، چرا که حتما در افغانستان بودین، از این نوشان کدین شما. خب گلاس از این چند است؟ ده افغانی هست. چند سال است که این کار میکنی؟ در این سال یک 5 سال میشه. 5 سال چیزی میمونه؟ بله ها، شکر است. شکر است که کاروبار داری، شکر است که چیزی میمونه. بله ها میمونه، ناشکری نمیکنیم، در حالت شکر است، میمونه فضل خدا. می درس میگردیم، خرج و مصرف ما رو از این پیدا میکنیم. موفق باشید. تشکر از شما. بخیر باشید. دوستای عزیز، هموطنان ما کار میکنن، زحمت میکشن و پول حلال پیدا میکنن و چرخ زندگی خود میچرخانن. خب اینجا هم دوستان ما خیلی زیاد جمع شدن و ازشان میپرسیم چی میخورین؟ سلام. اینی جوان نمیگریزه؟ یا تو هم میگریزی؟ همگی میگریزه، از کمره همگی میگریزه. خیره، سلام، شما خوب هستین؟ صحت من و خیریتی؟ خب شما خود نمی شروید؟ نام شما؟ خلیل احمد. خلیل احمد خان، چی پخته کردیم؟ سمبوسه است و دوغم خیلی خوب و اولاده جور میکنیم، شکر ما. خیلی خوب. چکش از کجا؟ ماست است. از کجا؟ نه از شلگر. شلگر است. خیلی خوب. دوستای ما زیادتر میخورن، نوشان میکنن؟ ما زیاد مشتری داریم، دوغ فوق‌العاده جور میکنیم. فوق‌العاده. این چیزا هم خودتان پخته میکنید؟ نه دیگه نفر پخته میکنه. بله. کاربر خوب است انشاءالله. مزایم شما نمیشه، مشتری هایتان منتظر تان هست. تشکر، بخیر باشین. دوستای عزیز، یعنی هموطنان ما در هوای گرم دوغ نوشان میکنن و اگر گوش نشوند بولانی نوشان میکنن. همیشه اگر کار عاجلی داشته باشن یک دو سی بولانی را میگیرن و یک گلاس دوغ میزنن میرن که پشت کارشان. حالا هم ما با همکار عزیز خود او طرف میریم که اونجا چه گپ است، که میواجات چگونه هست، آیا بازار پر شده یا نه. برادر با صدا کرد کجا میری، میگه که بیا حتما اینجا که در ماه مبارک رمضان هرگاه سر میزدیم ماما را سلام میدادیم. ببخشید ماما جان. سلام علیکم، خوب هستین شما؟ صحتمند هستین انشاءالله؟ بخیر، خیر، خیریتی است. بعد از ایدام آمدین کار شروع کردین انشاءالله. اول خود معرفی بکنین به دوستای ما. ما محمدالله خان. چند سال است که اینجا کار میکنید؟ خیلی کار انجام میدید. 6-7 سال میشه. 6-7 سال بولانی پخته میکنی نه؟ این بولانی های خانگی هست دیگه؟ بولانی خانگی هست. یا خودتان جور میکنید؟ بولانی خانگی هست. در خانه؟ دوغ مشکی. چرا مشکی میگن؟ مشکی دیگه، مشک میزنیم اینجا دیگه. خب. چکیش از کجا؟ چکیش از چیمتال هست. چیمتال هست. بهترین چکه داره. و این بولانی ها را شما در ماه مبارک رمضان خب بیخی فوق‌العاده بود. بعد از او هم شما ادامه میتین مشتری دارین؟ مشتری بسیار هست. نمیخواه. در یک روز چندان را پخته میکنید؟ در یک روز یکان 500-2000. چند نفر کار میکنین؟ 6-7 نفر کار میکنین. 6-7 نفر کار میکنین. خب دوغتان هم مالی و همچنان بولانیتان هم همگی تعریف میکنن. بله بله، خیر. بسیار زیاد تشکر از شما. خسته نباشین. بخیر باشین. دوستای عزیز، ما چوک مندوی سر میزنیم که اونجا چه گپ هست. اینجا خوب بولانی ها را شما دیدین، دوغ دیدین، هموطنان ما هم میاین نوشان میکنن.
دوستای عزیز، حالا هم رسیدیم به چوک مندوی یا چوک ابن سینای بلخی. خب اینجا آب نیشکر هست، جای همکار ما خالی است، اما همیشه با اون نوشان میکردیم. امروز یک همکار جدید ما هست با ما، این هم اگر کریم جان میخوری نوشان سعیست دو گیلاس با ما آماده بسازین. دو گیلاس این نیشکر کجا هست؟ جلال آباد؟ پاکستان. از پاکستان میایه؟ از جلال آباد خلاص شد؟ تا وقتی که شما جور بکنین ما با برادر ما صحبت میکنیم. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ نام شما؟ بهرامدی. شما از کجا هستین اصلا؟ اصلا شمالی. شمالی هستین. در این مزار زندگی میکنین یا مسافر هستین؟ یک 40 سال میشه مزار هست. 40 سال میشه مزار هست. 40 سال هست که در مزار هست برادر عزیز ما. یعنی در وقت جوانی آمدین اینجا ماندین دیگه؟ ماندیم بله. اید دوستا آمدن یا خودتان رفتین چکر ایسوسو؟ دوستا پرسند کردن از شمالی شما را؟ نه میان میریم. خیلی خوب است. اینجا شما هم نیشکر میخواین بکنید؟ آب نیشکر از ماست. خیلی خوب است، چون یک آب نیشکر طبیعی است، آنقدر هم نقصی شاید نداشته باشه. این طبیعی است، از این نشابه ها کده بالاست. از نشابه های گازدار کده خوب تر است. همیشه میخورید شما؟ در هوای گرم چطور است؟ شما چه کار بار میکنید؟ از ما نیشکر از ماست. نیشکر از شما است. خیلی خوب است. دیگه بچه ها اینجا کار میکنه، شما دیگه همه چیز شما آیا میسازید؟ بله بله. خیلی خوب است، پس ما هم مهمان شما هستیم امروز. تشکر از شما، بخیر باشین. دو گلاس آماده کردی؟ دوستای عزیز، ما با همکار خود نیشکر نوشان میکنیم، بعد از او هم میریم طرف مندوی. هر دوست ما که اگر اشتیا دارن بفرمایید. آب نیشکر را نوشان کردیم. یک هموطن ما هست که سلام و پیام به هموطنان ما دارن. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ نام شما؟ نورالله. اصلی نامیم نورالله است، با نور محمد عربزاده. نور محمد عربزاده. بله. چه کار بارا؟ کار بارا از پیش که یک هتل بودیم کار میکنیم، حالی که شکر چوچو پوشدار شدیم، شب خانه میریم، یک قطعک داریم، روبروی متحد هستیم، همیشه یک چپان فروشی کالای دیگه و دیگه قنارا رو بار میکنیم، میرسم این سودای مردم میرسنیم. مقصد خیلی خوب است، مصروفیت است. مصروفیت است. چطور از کار بارا؟ میشه شکر است، مثل سابق واری نیست دیگه. اما بان هم چرخ زندگی به چرخه. خیلی میشه شکر است. شکر است. خب البته تا اید کجا رفتی؟ دوستا پرسند تکدن یا نه؟ دایی دیجا هم نرفتیم. دایی خاطر هوا گرم بود. یک گوشتوکه دخترک است، مریض است، مادرش همچنان خودیم هم مریض بودیم، یک سیم و کمری موگار بود. کاری برمن رو میگم حالی میشه دمیجا غلطه اگه میکنم روز تیر میشه. شکر الحمدلله. یعنی می روز هستیم. دوستایت خواه آمده باشه دایید؟ دایید شکر آمده، شکر یار رو دوستا هنده والا خودم آمده، دیدنیم آمده، شکر خوش خوش. بعد از اید هم کاروبارو شروع کردی یا امروز هم رخصتی کردی؟ نه رخصتی نکنیم دیگه، همچنان غریب که هسته پیسی یک چار دانه نان پیدا کنه و برای خدمت حلال بیادر و اولو کرایس نمیشه دیگه. مرز قلال امو زحمات شما بهترین وزیف هست که یعنی روزگار خودم میچلانید. خیلی خوب است. دیید کسایی که از حال احوال شما خبر نگرفته باشه با اونا چه گفتنی دارید؟ هیچ گفتنی ندارم، هر جایی که باشه سربلند و کامیاب باشه. اید خلاصی ندارم، ماه مبارک رمضان اید دائم است، ولی عمری آدمی زاد دیگه روز به روز امشب در سبای اتوار نیست دیگه. اگر خدا نخواسته، خدا نخواسته یک مرگ آمد دیگه، اگر
میریم دیگه پیش راه خود. خداوند به ایمان نریم دیگه. دقیقاً. بسیار زیاد تشکر از شما. موفق باشید. بخیر باشید. دوستای عزیز، هموطنان ما همیشه البته در این جای سفر میکنن و میاین از یک دیگه خود خبر میگیرن، اما ای که بعدا رخصتی خلاص شد حتما و حتما وظایف خدا شروع میکنن، روزگار خدا با مو مصروفیت ها میچلانن. اینجا هم یک هموطن ما تربوز آورده. تربوز کجا هست؟ تربوز خارجی خود نیست، وطنی واری است. سلام علیکم، شما خوب هستین برادر؟ صحتمند و خیر خیر خیریتی است؟ نام شما؟ تاجدین هستم برادر کازش. تاجدین خان، تربوزت خوب پخته شده، اما این تربوز وطن هست؟ تربوز قندوز هست. بله، تربوز قندوز. تربوز قندوز هست ها؟ تربوز قندوز پخته شده، یعنی به این شکل؟ نه، تربوز قندوز در حساب تربوز وطنی اول تربوز فرا میبه، بعد از این تربوز قندوز است که در مرحله سوم تربوز مزار است که بخیر برامده. آیستو ایستو برامده. پس قیمتش چند شد کلوش؟ کیلوش 10 روپیه 8 روپیه می رقم فروشات ما. 10 روپیه 8 روپیه شده باشه، خب ارزان شده. بله. قبلا تربوز ایران آمده بود، وقت چند بود؟ نرخ کیلو 30 روپیه 25 روپیه، نهایت ارزانش به 20 روپیه بود که او کیفیتی که با تربوز وطن داره، تربوز خارجی نداره. تربوز خارجی نداره. دوستای عزیز، این تربوز وطن هست، تربوز ایران نبوده. من فکر کردم که خیلی این همه از ایران آمده، اما واقعا درست پخته شده. میتونین که هر هموطن ما در هر جا باشه نشان بکنن. خب عید گذشت، کجا رفتی؟ در اصل 5 روزی ما کار کردیم، به خاطر که فهمید روز روزگار اما قدر یاری نمیکنه که حتی ما 3 روزی دام چکر بریم، چکر بریم 3 روزی دام به کار بریم. خب مصروفیت غریبی عیبی نداره. اما حرکت داشته باشیم، زحمت بکشیم، همی خیلی خوب است. برادر عزیز، شما تربوز بسته موترش میگیرین یا کیلو بس میگیرین، سیر بس میگیرین، چه قسم؟ اینا سیر بس میگیرین. سیر بس. بله. البته اینا هموطنان ما میگیرن یا اینکه نمیذارن چه سودا کردی؟ نه، خوب است، بازارش هوا گرم است، مردم از تربوز زیاد استفاده میکنه چون بسیار مرضام دواست، خصوصا کسایی که بعدا فهمیده هم سیروم ضرورت داره، هیچ ضرورت نیست که برای سیروم در کنه، بعدا خود از سیروم است. در هوای گرم هموطنان عزیز، اگر شما کمی گرمی میکنین، کمی هم مریضی دارین، میتونین که تربوز روشون بکنین. به گفته هموطن ما که سیروم ضرورت ندارین، وقت خیلی خوب میشه. بسیار زیاد تشکر از شما، موفق باشین، بخیر باشین. خربوزه وطن هست، اگر اشتباه نکنم. سلام علیکم، شما خوب هستین برادر؟ صحت من بخیر خیر خیریتی است. نام شما؟ نام من فدا محمد. فدا محمد خان، چه خربوزه ای آوردی که خربوزه وطن است یا ای هم خارجی است؟ قندوز است. قندوز است ها؟ رسیده خی؟ سی روپا میگن. خب از کجا میارین؟ موترکی میارین یا سیرکی؟ از مارکت میارین. اینا مشتری ها هستن، حتما میخرن. سلام، خوب هستین شما؟ صحت من بخیر آرامیست بخیر. نام شما؟ عبدالفرید. عبدالفرید خان، از کجا آمدی؟ لنگرخانه هستم. از لنگرخانه هستین؟ شما از کابل آمدین؟ شما از کابل آمدین؟ میمان هستیم. میمان هستین؟ میمان اینا هستین؟ نه، بسی از ما جدا هست. شما خیلی مشتری اینا هستین، این طرف تیر شوین که میخواین خربوزه رو بخرین، چند دانه میگیرین بگیرین، بعدا گپ میزنیم. خب شما از کجای کابل هستین؟ از کابل ولایت چیه؟ ولسوالی بگرامی. بگرامی. شما میخواین خربوزه بخرین؟ آمدیم از چکر بیرون و یک تفریح کردیم دیگری. چطور است هوای مزار؟ والا خوب است، کم گرمی است. مردمش خوب، بیازو هموطن ما هست، برادر ما هست، اما مقبول است. نام خدا، خودت مقبول هستی، خودت مقبول هستی. اما خب
خداوند چکر زد جان، خداوند دست ما را اینجا خلاص کنه. ها جان یعنی مزار دوست داری؟ ها واقعا دعا کردی ما روزا شریف دعا کردی؟ دعا کردی میمونیدم مزار نمیرید خیلی تو میریم باز میایم باز میایم. خب در هر کنج این وطن خانه شما هست. بیشک ما دیگه هیچ کار دیگه ولایت ها را از سمت ها را تقسیم کرده نمیتونیم. هم وطن ما هست، برادر ما هست، در هر کنج خیر ببینید. زنده باشید. ما ولایت دولت ها زیاد رفتیم که ولایت مزار بسیار خوش ما خوش ما. اولین بار است؟ اولین بار است. خوب است. چطور است؟ هوایش خوب گرم است اما مردمش خوب است. گرم است. گرمی کردی؟ امروز خوب باران هم بارید؟ امروز والا یک امام هم کدیم بعد هم نمیشه والا بسیار گرم است. اینجا وظیفه گرفتید؟ نه همیت چکر آمدیم. چکر آمدیم. صبح بخیر پس میریم کابل. میمون ما میشین؟ تشکر چیکار؟ تشکر از شما. بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. افغان تاب. افغان تاب میتونید ببینین. خب نه برادر عزیز چون مزاحمت نکردیم که مشتریتان آمده بود. این خربوزه قندوز هست. ایره سیرگکی میگیرین یا دانه‌گکی؟ دانه‌گکی میگیرین. دانه‌گکی میگیرین. چطور است؟ مردم میخرن؟ خوب است اگه میخرن. روزانه چند دانه؟ روزانه چند دانه سودا میکنید؟ یک 300 تا 200 تا. 300 تا 200 تا. یعنی میمونه یک چیزی. ها یک چیزی. خیلی خوب است. اما مصروفیت داشته باشی، کمی بیش کار بکنی، چرخ زندگی رو بچرخانی، همو خوب است. باشه. خیلی خوب است. تنها خودت کار میکنی در خانه یا کسی دیگه؟ همه از همراهی؟ نه خودم است. تنها. چند نفر نانخور؟ پنج. پنج نفر نانخور تنها خودش کار میکنه برادر ما. البته کارهایتان انشالله از اینکه هم خوبتر شوه و میوجات زیادتر شوه و ارزان شوه که مردم ما بخره. بسیار جان تشکر از شما و خیر باشین. همتان عزیز این طرف میوه های خارجی هم است، یعنی هم حتما اگر از جلال آباد نباشه از پاکستان میایه. ما اینجا هم سر میزنیم که اینجا چکاپ هست. سلام میکنه تو نان میخوری؟ سلام. سلام. اینو دی صحبت میکنیم نه؟ جال داری؟ شکر خدا. خوب هستی؟ سلام. خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ بخیر خیر خیریتی است. چی نوشون کردی؟ سوپ. نام شما؟ بنده نقیب الله. نقیب الله جان خوب هستی؟ صحتمند. چی یک بادرنگای خوب خوب آوردی؟ از کجا آوردی را؟ ای از مارکت. از مارکت یا از شیرآباد است؟ نه هم سمتای داخل مزار از اینجاش نمعلوم است. خارجی نیست؟ نه نه وکیل خود تخمای خارجی واری است. آه گلخانه است دیگه. گلخانه است؟ بلا. چند است کیلوی شیر؟ ارزان کیلوی 20 شروع تا بده 15 20 هر قسم فروش. نیلام میکنی؟ نیلام نامش پیسه دیگه. ها خیلی خوب است. روزانه چند سیر سودا میکنی؟ چند روزانه بوجی؟ یک 40 بوجی 50 بوجی. 40 بوجی 50 بوجی. یعنی کاروبار خوب است؟ خوب است شکر خدا. خیلی خوب است شکر الحمدلله که خوب شکر شکر. خب صبحم نوشان کردی حالا انرژی هم گرفتی دیگه اینا رو خلاص کرده میتونی یا میشه؟ دائم همت انرژی دار هستم دیگه نه فقط نیم ساعت بعد بیاد که پنس دیگه. خیلی خوب. بسیار جان تشکر از شما. بخیر باشین. بخیر باشین. چون غافلگیر کردیم چون بخیر باشین.
هموطنان ما میوه های تازه را میارن و اینجا سر کراچی سودا میکنن، اما نسبت به دوکان ها ارزان تر سودا میکنن. اینجا یک آلوی خیلی خوبی آوردن که رنگش خوش میآید. نام شما؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ نام شما؟ عبدالمنان. عبدالمنان جان خوب هستی؟ صحتمند؟ شکر خدا. اید کجا رفتی؟ منم اینجا کش گذار کرده گشت. همینجا کار کردین؟ آفرینتان. این از کجا آوردی؟ یه آلو خیلی مقبوله. از این خود مزار است. از مزار است؟ کیلو چند است؟ منم کیلو 30 و 2 کیلو 50 است. 30 و آخر هم 25 هم باشه خلاص میگی. بله. نقص خونه میکنی 25؟ ان شاء الله نقص نمیکنم. خب چطور است کاروبارا؟ شکر خوب است. میسره. یعنی روزانه فروش داری؟ بله. چند سیر سودا کرده میتونی؟ نه 15 کرید 20 کرید میشه. 15 کرید 20 کرید، یعنی اگر 50 هم باره یعنی خوب است. خیلی خوب است. بسیار جا تشکر. موفق باشید. دوستای عزیز، اینجا خربزه وطن است که بسیار شیرین باری هست. این خربزه وطن هست. امید است که پخته شده باشه. خب میریم پیش برادرای دیگه ما. ارزانی است میگن که سلام. سلام چند است؟ ارزانی است گفته خو صدا میکنی. نام شما؟ نام شما چی است؟ نام رز جان یاسین. خوب هستی؟ انشاءالله صحتمند. نام خدا. خیلی پر انرژی هستی. امروز چاشت خواه کدی؟ فکر میکنم نه خواه نبودم. خواه نکدی؟ در اید کجا رفتی؟ در ایدم خانه همسایه. خیلی خوب است. ارزان است میگی که چند است؟ این سیبا نو برامده. آی سیبا نو برامده. خوب شش بینجاست قشرش سی روا بیس روا. این سیب وطن است یا این هم خارجی است؟ نه سیبای بلخ است. سیب بلخ است؟ دوستای عزیز این باقایی که در بلخ است حتما سیباش پخته شده. حالا دیگه چکر زدن وقت شکر است. وقت چکر است. زردالو؟ زردالو دیگه ایتا زردالو بنامه خزق هست. خب پیشش از صدر بخ، پیش از سیر بخ. از کجا آوردی او را؟ این را من در طرف های چمتال هست. چمتال، یعنی هر دویش هم از مزار هست، بلخ هست نی؟ خیلی خوب. یعنی میتونیم که دوستای عزیز به آقا چکر بریم و از این میوه نوشان بکنیم. تشکر از شما، غافلگیر کردیم، ببخشی. تشکر. دوستای عزیز میگن که بعض دوستای ما اجازه فامیلی نداریم نه تصویر، با اونا مزاحمت نمی کنیم. ما هم با اون طرف یک سر می زنیم که اونجا چه گپ هست. دوستای عزیز میوه وطن هست. شما قسمی که میبینین میگن که شفتالو هست. شفتالو کجا هست؟ یک بار میپرسیم از برادر ما که از کجا آوردن. خیلی زیاد هم آوردن. امروز نمیفهمم که خلاص کنه میتونه یا نمیتونه، چون که حالا مشتریایش هم هست. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستین برادر؟ صحتمند بخیر. خیر خیریتی است؟ بسیار رنگش خوش اومد. نام شما؟ نام من محمد شاکر هستم. محمد شاکر خان، این از کجا آوردی؟ کدام میوه هستی؟ این شفتالوی چمتال از بدری فارمی هست دیگه. این تخم خارجی است. تخم خارجی است؟ این شلیل شفتالو میگن. همی آخر پخته شده؟ این بعد از شفتالوی که دیگه شفتالو پخته میشه، بعد از اون شفتالوی پسینه است دیگه. پسان پخته میشه. ولی چطور است مزیش؟ نوش جان کنین یک دانشه. تشکر. خب هموطنان ما میخرن؟ چه رقم است؟ مشتری داری؟ بله خوب است. از میوه خارجی کده میوه وطنی ارزان است. چند میخرن؟ نه کیلو 50 رو پس اگه خارجی باشه مسئول بخوره دیگه بخوره حتما کیلو 190 120 میباشه. به خاطر ارزان تر است. میوه وطن هست که 1 کیلو ضرورت داره 2 کیلو میگیره، 2 کیلو ضرورت داره 3 کیلو به قسم
انشالله فروشات زیادتر است. خیلی خوب است. همی مصروفیت دارین، کاروبار دارین، اینمی همیش خیلی خوب است. خب شما عید کجا رفتین؟ چکر زدین؟ یاد خانه خواه کدی؟ چه کدی؟ عید دیگه ما همیز سر کارم بودیم. بعضی یک روز دو روزی که بیکاری کردیم خانه بودیم، منتظر مهمان ها بودیم دیگه. آمدن مهمان؟ آمدن، بله آفر خدا. دوست برادر ما اینجا مصروف است، بیشتر از این مصروف مزاحمش نمیشیم. تشکر از شما، بخیر باشین. تشکر، بخیر باشین، بخیر باشین. ممنون از شما، بخیر باشین. سرجو تشکر. در هر کراچی را که میبینیم دوستای عزیز میوه وطن است، خوش آدم میآیند، اما وقت برنامه ما یاری نمیکنه که برنامه را ادامه دهیم. خب کریم جان ما بر تصمیم میکنم میره. خب تشکر از برادر ما. دوستای عزیز در هر کراچی میوه وطن هست که خوش آدم میایه اگر ببینه. اینجا هم گیروبار زیاد است، ما هم او طرف میریم، بعدا بعضی گپ و کار داریم. دوستان عزیز، این بود گزارش امروزی ایمان. تا پایان گزارش با ما بودین و تا آخرین دقایق تشکر. تا آخرین دقایق گزارش ما را تعقیب کردین، تشکر از شما. و اگر پیشنهاد، نظر، انتقاد به جای هم دارین در کامنت ها بنویسین. و همچنان اگر کدام پیامی هم داشتین، واتساپ ما هم در این گزارش در این اسکرین نشسته میشه. دوستای عزیز، با امید از اینکه برنامه های ما ادامه داشته باشد، تا روز بعد، تا گزارش بعد، شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باشد.